به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی سنف نهم شما شاگردای عزیز و گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب من اول دو نکته رو میگم شاگردای عزیز و بعد درس را شروع میکنیم درست است خب نکته اول ما و شما قرار است مضمون ریاضی را با هم دیگه پس صد فیصد یک تا قلم و کتابچه پیشت باشد که ما اگر کدام سوال برات دادیم یا کدام سوال متوجه نشدی برو خودت کار کنید توی کتابچه درست است خب نکته دوم چی است نکته دومی است که اگر کدام سوال کدام پیشنهاد کدام انتقاد کدام گپی دارید میتونید چیکار و دیگه یک نکته دیگه بسیار مهم کارخانگی کارخانگی به شما 100 صد فیصد به ما روان کنید پس این گپایی که براتون گفتم میتونید با واتساپ ما در ارتباط شوید با نمبر 20964 780 255 4013 درست است در واتساپ میتونید با ما روان کنید کارخانگی رو با شماره شما رو به ما روان کنید اگر کدام گپی هم دارید به ما میتونید پیشنهاد دارید انتقاد دارید کدام گپی است به ما میتونید شریک بسازید درست است و در فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط شوید در یوتیوب هم میتونید اینستاگرام هم میتونید واتس کلی گپ و هست دیگه خب پس بریم درس خود ما شما شروع کنیم فصل اول ما دایره درست دایره میخوام بگیم چی است دایره دایره رو برای شما تعریف میکنیم که چی است خب ما و شما قرار است دایره درس بخونیم در درس امروز چی بخونیم اهداف جلسه اول درس امروز ما و شما ما سه عنوان میخوانیم اول تعریف دایره چی است و معرفی عناصر آن پس دایره ما بر تعریف میکنیم اول چی است در ریاضی تعریفش به چه شکل است خب دایره ما و شما کلی ما میفهمیم نه اما تعریف ریاضی از چی میشه و معرفی عناصر دایره چند عنصر دارد که اون عناصرش چی است برات میگم مثلا شواهد دایره چی است قطر دایره چی است وتر دایره چی است قطع دایره چی است قطعه دایره چی است فرق میکنه قطع با قطعه سیست است بعد ما و شما میخوانیم و بعد دوم چی میخوانیم وضعیت یک نقطه و یک دایره رو میخوانیم که یک تا نقطه با دایره چه وضعیت میتونه داشته باشه درست است که باز میرسیم سه وضعیت دارد که ما و شما میخوانیم و در آخر چی میخوانیم وضعیت یک خط مستقیم و دایره را میخوانیم که باز خط و دایره سه وضعیت میتونه داشته باشه که ما و شما میخوانیم درست است خب پس بریم شروع کنیم چی رو میخوایم تعریف کنیم تعریف دایره خب پس شاگرد عزیز و گرامی دایره رو تعریف میکنیم دایره به شک تعریف کرده باز من سر تخته باز برد نشان میتونم که چی هست نه اول بخونیم چی گفته کتاب گفته که ست تمام نقاط یک مستوی که از یک نقطه ثابت چی باشد فاصله مساوی داشته باشد دایره نامیده می شود پس دقت کن ست تمام نقاط یک مستوی پس ست است عناصرش چی است نقطه است نقطه, کجا در مستوی در فضا نه صفحه مستوی است که از یک نقطه ثابت فاصله مساوی داشته باشد که اون نقطه ثابت بهش میگیم مرکز مرکز دایره و او فاصله ثابت برش میگیم شعاع دایره برش میگیم درست است خب نکته گوش کن نکته گفته که معمولا دایره رو با حرف سی سی کلان انگلیسی فکر باشه مرکز دایره رو با حرف او درست است و شعاع دایره رو با چی نشان میتیم؟ با حرف آر نشان میتیم درست شد پس دایره را خود دایره را با سی چرا سی چون اول کلمه سیرکل است که خود خب میفهمی سیرکل به انگلیسی میشه دایره دیگه نه سی و مرکز دایره را با حرف او و شای دایره را با حرف آر نشان میدیم درست شد خب پس بریم سر تخته ما و شما هم دایره با تخته به تواشت برد بکشیم که بفهمیم چی است درست شد پس ما و شما بریم سر تخته شاگردان عزیز و گرامی گفتیم که ما یک تا نقطه داریم دقت یک نقطه ثابت است درست است با اونان مثلا من نام از این میمونم او که اون مرکز دایره است دیگه نه میگیم که ما نقاطی را میخوایم که فاصلش از این نقطه دو سانتی متر باشد صحیح شد خب خطکش میمانم با خطکش فرض میگیریم که ما خب خطکش نداریم ولی خب خطکش شما در خانه خطکش دارید دیگه نه خطکش بانید یک دو سانتی متر فاصله دهش چیکار کنید رسم کنید یک نقطه خب دیگه یک نقطه دیگه پیدا کنید که دو سانتی متر باشد ممکنه در اینجا باشه مثلا این هم دو سانتی است فاصلش دیگه چی اینجا میشه این نقطه میشه این نقطه میشه درست است نقاط میشه و این نقاط کم کم ما به هم دیگه وصل کنیم تقریبا یک یک تا دایره میشه درست است پس ای چی این مرکز ماست پس هر نقطه ای که روی از این دایره باشد این نقطه مثلا این نامش باشد ام فاصله تا چند سانتی متر است دو سانتی متر درست است پس ترش به میشه گفتیم ست نقاط تمام نقاط یک مستوی نقاطی که در صفحه باشه مستوی رو میفهمید صفه دیگه نه در این صفحه این تخته ما یک مستوی است درست است پس ست تمام تمام نقاطی که در مستوی باشد فاصله از او دو سانتی متر باشد پس این نقطه, این نقطه میشه این نقطه میشه این نقطه میشه این نقطه کنار میشه کم 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 چی میشه کم ذره یک خط تشکیل میده و اون دایره میشه صحیح شد پس دایره رو فهمیدیم تمام نقاطی که در یک وجود دارد و ویژگی مشترکشان هم چی است که از این نقطه او فاصلهش فاصل مساوی است پس این فاصله مساوی همین 2 سانتی متر بهش میگیم شعاع دایره درست است به او میگیم مرکز دایره دقت کن شاگردای عزیز به این نقاطی که روی از دایره است به این میگیم محیط دایره درست است پس محیط دایره تمام تمام نقاط میشه پس چی شد یک بار دیگه خود دایره گفتیم با با سی از سرکل می درست است و چی شد مرکز رو با او نشان می پس دا خود دایره چی شد دایره گفتیم با سی نشان می مرکز دایره رو با چی نشان می با او و شعای دایره رو با چی نشان می با آر نشان می درست پس آر ما اینجا چند است مثال که ما آر ما دو است مثال زدیم برید گفتم فاصلش دو باشد خب پس دایره رو فهمیدیم نه دایره پس چی شد به ست تمام نقاطی که داخل یک مساوی باشد که فاصله آنها از یک نقطه ثابت به نام مرکز یک مساوی باشد مثلا دو سانتی متر باشد سه سانتی متر باشد درست شد پس دایره رو فهمیدیم پسی از تعریف دایره که بر نوشته کرده بودم دیگه نه در چیز دیدیم دیگه شما نه در مانیتور دیدین که چی هست در اسلاید دیدین که براتون گفتم که تعریف چی خب این ای سه تا عنصر دایره هم باید بفهمید چی خود دایره گفتیم با این نشان میدیم مرکز دایره رو با او نشان میدیم و شعاع دایره رو با آر نشان میدیم درست است خب حال سوال آیا دایره همین سه عنصر دارد عنصرای دیگه هم ندارد اگر فکرت باشه ما اول گفتم که عناصر دیگه هم داره درست است پس عناصر دایره ما میخوایم چی کنیم معرفی کنیم که چی است خب پس بریم سر چی سلایدا بریم در سلاید ما ترس می‌کنم و باز دوباره سر تختم میایم براتون شکل جمع که چه رقم میشه شاگرده عزیز و گرامی عناصر دایره درست است عناصر دایره به شک ما یک تا یک تا بر تعریف کردیم اول شعای دایره چی از تعریف شعا بخوان پاره خطی که مرکز دایره را به یکی از نقاط دا... محیط دایره محیط گفتیم همون... همون نقاط در تا درده دهم محیط است دیگه نه پس پاره خطی که مرکز دایره را به یکی از نقاط محیط دایره وصل کرد به او چی میگیم شاه میگیم و گفتیم شاه با چی نشان با آر آفرین خب عنصر بعدی چی است قوس قوس یا بعضی کتاب ها کمان هم نوشته کرده کمان دایره فیس یا قوس دایره خب چی از قوس بخوام باز دوباره قسمتی از محیط دایره به نام قوس یاد میشه دقتون قسمتی کلش نه قسمتی از محیط باز در تخت ما برای شکلش نشان میتون پس قسمتی از محیط رقم قوس است دیگه رقم کمان است ما اون میگیم چی قوس یا کمان خب دیگه چی وتر یا وطر هم بعضی کتاب ها میگن وتر یا وتر هر کدام شو دیگه فرقی نمی کنه وتر دایره چی است پاره خطی که دو نقطه از محیط دایره رو به هم وصل کند پس دقت پاره خط که دو نقطه از محیط هم. باز در سر تخته برای چکش میکشم قطر چی قطر دیوی شک تعریف کردیم وطری که از مرکز دایره بگذرد بهش میگیم چی قطر دایره میگیم یا میتونیم بگیم بزرگترین وطر این هم یک تعریف دیگه قطر است در دا یک دایره بزرگترین وطری که میتونیم بکشه قطر میشه او 100 فیصد سطف باید از مرکز دایره بگذرد درست است حالا باز ما میکشیم خب دیگه اش بخون قطعه, قطعه چی است قسمتی از سطح دایره که توسط وتر جدا شده باشد باز من برای تشریح میکنم به سرتخت شکل چی بشیم کامل بفهمیم و آخر قطا قطا چی است قسمتی از سطح دایره که توسط دو شعاع و قوس مربوطه از سطح دایره جدا شده باشد درست است پس این تعریف ما چی داریم پس ما یک تا یک تا در سر تخته برای چکش میکشم برای تشریح میکنم که چی است درست است پس بریم سر تخته که این کامل ما برای مثال توضیح درست است خب عزیز من پاک کنم من دایره بکشم به دا اینجا میکشم بیا این دایره باشم دایره چی؟ سی دیگه نه مرکز شما گفتم این وسط وسط نامیشه چی میگیریم؟ مرکز او دیگه خب میفهمیم شای دایره چی است؟ که گفتم فاصله شای دایره به شکل تعریف کردیم دیگه فاصله چی؟ فاصله مرکز تا یک تاز نق... تا از نقاط روی محیط است حال فرق نمی کنه من در اینجا وصل کنم یا در اینجا کنم یا در کنم یا فرق نمی چند... یک دایره چند تا شاه دارد؟ بگین؟ آفرین لای تنهای شاهد شا شما این مرکز میتونید در هر نقطه وقف کنید پس لای تنهای شاهد دارد حالا ما یک تاش بکشیم سیف پس هم یک تا رو بکشیم اینم شا درست این نامش ام بو مانو پس این چی است شار با چی گفت نشان میتیم؟ با آر نشان میتیم اون نقطه رو من نام ایمان دو ما سیست یعنی از او تا ام با چی نشان میتیم؟ با آر بهش میگیم؟ شای دایره درست است؟ پس خود دایره با سی مرکز دایره با او شاه دایره با آر تا اینجا می میدیم خب طرف بعدی چی بود؟ طرف بعدی گفتیم که اول شعار خو گفتیم بعد قوس دایره رو گفتیم قوس چی است گفتیم قسمتی از چه محیط دایره یعنی ما بیایم به مثال از این قسمت تا این قسمت جدا کنم صحیح یک چنین کمانی میشه اینی چی میشه اینی میشه قوس دایره یا کمان گفتیم برش میگیم صحیح پس این نامش چی است نامش بده دی بر نوشته کنم شکل شبه کشن پس قوس دا دایره چی شد چین شکلی میشه این شکل که اینا ما این بدیم به خود دایره کل دایره میشنه یک قسمتی از محیط دایره را ما بهش میگیم چی قوس دایره که یا گفتیم یا چی براش میگیم کمان دایره بهش میگیم پس با عنوان مثال اینجا نامش باشه ما ایربانم مثلا ای این نامش باشه بی پس میشه چی ای بی اینجا ای است اینجا بی است پس این چی است قوس دایره فهمیدی؟ پس قوس یا کمان فهمیدیم یک قسمتی از محیط دایره رو جدا میکنیم بهش میگیم قوس. خب طرف دوم چه بود؟ طرف دوم وتر دایره بود. وتر دایره طرف چه بود؟ گفتیم که پاره که دو نقطه از محیط به همدیگه دیگه وصل کنه. درست است؟ به عنوان مثال این نقطه رو من نامش میمونم مثلا دی. من نقطه ای رو به نقطه دی وصل کنم. پاره خط خط راست است. خب میفهمیم دیگه نه پاره خط خط راست است. الان این خط نگاه کن از ای تا دی را بهش میگیم چی؟ وتر دایره اینی که ما برای دو تا خطه اگه مادم بفاهم. اینی از ای تا دی یک پار خط است پس چی میشه؟ وتر. وتر دایره چی میشه؟ بنوان مثال ای دی که شکلشم به این صورت است دیگه نه؟ به این شکل کشیدی ای ای است هم دی است درست شد؟ پس وتر دایره هم فهمیدیم. پس دقت کن وتر. حالا سوال باز دوباره یک دایره چند تا وتر دارد؟ بگن فکر کن آفرین چند تا لای تناهی چرا چون میتونید دیگه از ما بدی بکشم از به بی بکشم از این به ایم بکشم از به در یک هر نقطه دلش میتونی بکشه پس چند تا وتر داره به نهایت لا تناهی وتر داریم خب حالا بزرگترین وقتی که میتونیم بکشیم چی است برایت گفتم دیگه نه وقتی که باید 100 فیصد از مرکز تر شده باشه از مرکز از مرکز دایره تر شده باشه میشه کلانترین ترین وتر به او گفتیم چی میگیم قطر دایره پس وقتی که از مرکز رد شده باشد به با او میگیم قطر دایره نه به عنوان مثال ما اگر اینجا ما نامش رو بگیرم ای e. پس از ای که از چی از او هم باید تر شود درست با ای پس از او تیر شده نگاه از ای او ای پس به ای میگیم قطر دایره درست است پس قطر دایره با چه نشان میدیم؟ در اون مثال که زدیم ای ای که قطر دایره است دیگه نه شکلش هم بکشیم به این صورت میشه از ای به اینجا او است ای که ای است یا هم او است ای هم که ای است درست شد پس قطر دایره رو خوب فهمیدیم حالا سوال باز دوباره یک دایره به نظر شما شاگردای عزیز چند تا قطر دارد آفرین باز دوباره لای تناهی چون ما میتونم قطر به شک رفت کنیم میتونیم به شک کنیم رفت کنیم میتونیم به شک لای تناهی قطر دارد درست است خب یک سوال دیگه شاگرد عزیز بین قطر و شاه چه رابطی وجود دارد دقت کن تصویر ببین فکر کن بین از قطر و این شاه آفرین قطر دو برابر است دیگه نمیفهمید دیگه از اینجا تا اینجا از او تا ای یک شاست از او تا ای هم یک شاست پس یک قطر دو تا شا میشه یعنی شای ما اگر دو باشد قطر ما چند میشه؟ چهار آفرین اگر قطر ما ده باشد شای ما چند است؟ بیست نه پنج قطر گفتم ده فکرت باشه شعار نگفتم قطر اگر ده باشد شعا چند است؟ پنج است پس شعا دو برابر قطر است و درست است؟ درست است یعنی غلط است فکرت باشه قطر دو برابر شعا است و شعا نصف قطر است فهمیدی؟ پس فکرت باشه شعار چی بود؟ قطر دو برابر است پس چی شد قطر هم فهمیدیم خب تعریف بعدی چی کردیم گفتیم قطعه قطعه دایره چی است قطعه دایره گفتیم که قطعه دایره بخشی از سطح دایره است که توسط چی توسط وتر جدا شده باشد دقت کن همین وتر ادی که ما داریم همین وتر ادی داریم خود از این میشه چی وتر ادی اما اینی, اینی قطعه که بر ما جدا میکنه نگاه اینی قطعه که ما بر خط خط ماندم برش فیس به چی میگیم قطعه دایره پس ما شکلش بکشیم در اینجا قطعه دایره پس به شکل میشه نگاه این باشه ای یا باشه دی پس این میشه چی قطعه دایره سیست؟ پس هر وتر میتونه چی یک قطعه بر ما جدا کنه خب چند دا یک دایره میتونه به چند قطعه تشکیل بدیم ما جدا جدا کنیم خب لای تنهایی چرا چون لای تنهایی وتر داریم دیگه نه پس هر وتر یک تا قطعه بر ما جدا میکنه پس لای قطعه میتونیم اون رو چه جدا کنیم فهمیدی خب و تعریف آخر چی بود تعریف آخر گفتیم قطاع دایره درست است قطاع گفتیم چی است من بر شکلش برد تا متوجه باشی قطاع دایره ما دا ده اینجا نوشتن می چون جای نیست اینجا نوشته می کنم درست است قطاع چی میشه قطاع گفتیم که قطاع بخشی از سطح دایره که توسط دو تا شعاع و قوس مربوطه به عنوان مثال نگاه کنید اینی او ام شایم است او ای هم شایم است سیست و قوس مربوطش هم اینی میشه میشه ای ام پس اینی قطاع میشه دیگه نگاه کنید اگر من شکلش بکشم به این صورت میشه پس ای او است ای ام است و ای ای است پس اینی میشه قطاع دایر اینی که من اینجا خط خط ماندم برات. صحیح شد پس شاگرده از دقت کنید فرق و قطعه و قطع چی است قطعه گفتیم توسط یک وتر جدا میشه درست است در مرکز کار نداره وتر است دیگه صحیح و قطع چی است قطع توسط دو تا شعاع 100 درصد مرکز باید باشه چون شعاع است دیگه نه شعاع و قوس مربوطه مثل یک کیک کیک که کیک, تولد خود دیدین دیگه نه وقتی برش میزنن چرا رقم برش میزنن دیگه درست است از اون وسط، قطع قطع, قطع قطع میکنیم درست خب پس فهمیدیم چی است پس عناصر دایره رو ما برای تعریف کردیم و شکل نشون برات کشیده متوجه شدی درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس ما گفتیم که چه چی انا... چه چی ما در درس امروز میخوانیم گفتیم تعریف دایره و معرفی عناصر آن پس دایره رو ما تعریف کردیم که چی است بگین دایره چی بود دایره گفتیم به ست تمام نقاط داخل یک مستوی که از یک نقطه ثابت فاصله مساوی داشته باشد درست است او نقطه ثابت چی میگیم مرکز و او فاصله ثابت چی میگیم شعاع دایره درست است دایره رو با چه نشان میدیم با C شع... شعاع دایره رو با R آفرین و مرکز دایره رو با او خب بعد دیگه چی گفتیم عناصر دایره رو گفتیم درست است عناصر دایره اول شا خوش آر میفهمیم تعریف شا چی است شا گفتیم که پاره خط یا خطی که مرکز به یک تا از نقاط محیط دایره وصل کند که و میشه چی شا دایره دیگه چی گفتیم قوس گفتیم قوس بخشی از محیط دایره یا همون کمان گفتیم گفتیم چه چی قوس بعد از چی گفتیم وتر دایره وتر چی است پاره خطی که دو نقطه از محیط به هم وصل کنه فرق نمیکنه هر جا باشه دو نقطه از محیط به هم وصل کنه پاره خط و خط راست است درست است پس وتر هم فهمیدیم و بعد دیگه چی گفتیم بعد از وتر گفتیم که چی قطر چی است قطر گفتیم که بزرگترین وتر یا وتری که از مرکز دایره رد شده باشد اون میشه چه قطر دایره و دا بعد از چی گفتیم قطعه قطعه دایره گفتیم چی است گفتیم بخشی از سطح دایره که توسط وتر جدا شده باشد که شکلش براتون کشیدیم دیدی دیگه نه به اون میگیم قطعه و قطع چه بود قطع دایره گفتیم که توسط دو تا شعاع و قوس مربوطه جدا میشه پس فکرت باشه قطعه توسط وتر جدا میشه اما قطعه توسط دو تا شعا و قوس مربوطه جدا میشه درست است؟ پس ما عناصر دایره را خواندیم فهمیدیم چی است خب دو تا بحث دیگه داریم شاید دا عزیز همینطور که شما در اسلاید میبینید چی است وضعیت یک نقطه و دایره و وضعیت یک خط مستقیم و دایره پس میریم سر تخته من اینا رو برای شکلش میکشم و بعدش برات مشخص میکنم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی وضعیت یک نقطه و یک دایره چی وضعیت میتونه با هم داشته باشه درست است میخوام مشخص کنیم پس ما اگه یک تا دایره داشته باشم این دایره باشه این مرکزش باشه خود خب دایره گفتیم با سی نشان میدیم مرکز با او و شعاع گفتیم با آر نشان میدیم درست است خب حالا ما نقطه من میتونه ما میتونه به شکل ما یک نقطه داشته باشم یک نقطه مثلا اینجا باشه این نامش با ام یک وضعیت گی است که نقطه خارج دایره باشد خیلی میفهمیم دیگه نقطه خارج دایره است نه وضعیت دوم نقطه داخل دایره باشد درست است دم اینجا باشد وضعیت سوم بگین شما نقطه روی دایره باشد آفرین امامتر متر اینجا باشد اینی باشد صحیح شد پس چی است وضعیت اول گفتیم که نقطه خارج دایره است وضعیت دوم حالت دوم که داشته باشد نقطه داخل دایره باشد ساحه داخلی اگه بیرون باشد با ما با میگیم ساحه خارجی داخل باشد با میگیم ساحه داخلی سیست اگر روی دایره باشد بهش میگیم محیط دایره یا روی دایره خب حالا چه رقم برای ریاضی نشان بدیم میگیم که اگر نقطه ما ساحه خارجی این یعنی خارج دایره باشد ما اگر این فاصله مرکز تا ام رسم کنم، یک پاره خط میشه خب یک طول دارد دیگه طولش 3 سانتی متر 4 سانتی متر باشد نه فرق نمیکنه درست است با من ام ای پاک کنم این ام اینجاست درست است؟ پس فاصله او تا ام OM، فاصله مرکز تا نقطه بزرگتر از چی است؟ بزرگتر از شعاع دایره است دایره شعاعش گفتیم بار نشان میتیم دیگه درست است؟ پس او بزرگتر از آر باشد از شعاع بزرگتر باشد یا کلانتر باشد به با اون میگیم نقطه ساحه خارجی دایره است نقطه خارج دایره است پس نتیجه چی است؟ نقطه ام خارج دایره صحیح شد خب اگر بیایم شما حال او تایم بکشی شکل پاره خط و با خط کش اندازه بگیری از شا کمتر بود میشه چی میشه ساحه داخلی دایره فرید پس او ام میشه کوچکتر از شا پس نتیجه چی است نقطه ام داخل دایره است صحیح شد پس ساحه داخلی دایره و آخرش چی میشه اگر شعاع و فاصله مرکز تا اون نقطه با هم مساوی باشد میگیم نقطه روی دایره است روی محیط دایره است پس صحیح شد پس ما از او تا ام اگه بس کنم دقیقا او تا ام با شعاع چی میشه؟ مساوی میشه پس او ام مساوی است با شعاع دایره پس نتیجه میگیریم که نقطه نقطه ام روی دایره است. یا روی محیط دایره صحیح شد پس شاگرد عزیز و گرامی با ما یک تا دایره میتر مگه شایش دو است به عنوان مثال ده تمرینا باز خود داریم کارخانگی میگه فاصله نقطه او مرکز دایره تا ام ما مثلا 3 سانتی متر است شای هم دو بوده چه نتیجه میگیری ساحه داخلی یا خارجی ساحه خارجی آفرین چون فاصله مرکز تا نقطه 3 سانتی متر است اما شای چی است دو سانتی متر پس فاصله بیشتر است دیگه پس میشه حالت اول او ام ما بزرگتر است. آر میشه درست است پس نقطه ام خارج دایره میشه یعنی ساحه خارجی درست است خب باز کارخانه ای داریم سوالار کار میکنیم درست شد پس چی شد وضعیت یک نقطه و یک دایره پس نوشته کنم وضعیت نقطه و دایره درست شد پس سه وضعیت ما میتونیم داشته باشیم که چی یک نقطه خارج دایره باشد دو نقطه داخل دایره باشد ساحه داخلی ساحه خارجی و دیگه چی روی دایره باشد که بهش میگیم محیط دایره درست شد خب پس این از چی شد شاگردای عزیز وضعیت یک نقطه و یک دایره خب ما شما قرار است عنوان آخرام بخونیم او چی بود وضعیت یک خط و یک دایره خط مستقیم که ما میتونیم به اختصار مستقیم هم بگیم یا خط هم بگیم فرقی نمیکنه پس ما پاک میکنیم وضعیت چه؟ یک خط و یک دایره رو بر شکلش میکشم و بر تشریح میکنم که چی است خب پس شاگرد عزیز ما این پاک کنم <متصفح> <متصفح> پس چی شد شاگرد عزیز وضعیت یک خط وضعیت یک خط و دایره خب خط چه خط مستقیم دیگه میفهمیم دیگه نه خب باز دقت کن شاگرد عزیز باز ما اگر یک دایره داشته باشم این دایره ما باشد باز مرکزش باشد او شاهشم باشد چی؟ شاهشم هم باشد آر حالا یک خط ما با این دایره چی وضعیت میتونه داشته باشد؟ وضعیت اول خط ما هیچ دایره را قطع نکند درست است خط و دایره هیچ نقطه مشترک ندارد درست است هیچ دایره را قطع نمیکنه وضعیت دوم چی میتونه باشه باز اگر من یک دایره داشته باشم مرکزش باشد او شایش باشد آر خط ما بیای چیکار کنه در یک نقطه قطع کنه دقت قط کن در یک نقطه قطع کنه اصلا میگیم خط و دایره مماس هستند ما این یک نقطه مشترک دارد در اینجا هیچ نقطه مشترک ندارد در اینجا یک تا نقطه مشترک دارد درست است وضعیت سوم چه رقم میشه وضعیت سوم من دایره داشته باشم این نقطه او باشد مرکز دایره و یم شای ما باشد خط من میتونه چه دو نقطه مشترک داشته باشد اصطلاحا میگیم خط دایره را قطع کرده است قطع هست نه درست شد قطع دو نقطه مشترک است شد خب حالا به زبان ریاضی چه رقم بگیم وسط اول دایره و خط نقطه مشترک ندارد مگر بیایم فاصله مرکز تا خود خط به دست بیارم دقت کن فاصله نقطه تا خط باید زاویش 90 درجه باشد. 100 فیصد. یعنی شما به نمیتونید به اینجا بکشید اون فاصله نیست فاصله باید 100 فیصد تا خط که میکشیم زاویش چه باشه 90 باشد این نقطه رو من نامش رو مثلا چی ام صحیح شد خب حالا میگیم که او فاصله نقطه تا مرکز دایره تا خط از شعاع چی است بیشتر است باز دوباره پس نشون می کنیم او ام بزرگتر از شعاع دایره پس چی میگیم ش... می خط و دایره همدیگر را قطع نمی کنن. هیچ نقطه مشترکی ندارند درست شد در حالت دوم چی میشه دقیقا اگر از او تا ام شما بیای بکشی زاویه 90 درجه است دیگه صد درصد میفهمیم دقیقا میشه خودش آه. درست است پس او ام مساوی میشه با شاه دایره پس دایره اگر شما فاصله مرکز دایره تا خط حساب کردین مثلا سه بود شعاع شما هم سه بود پس نتیجه میگیریم که خط بر دایره مماس است درست است یا میگیم خط دایره یک تا نقطه مشترک دارد و وضعیت سوم چی میشه وضعیت سوم اگر من بیم فاصله مرکز تا خود خط به دست بیارم اینجا نامش ام باشد درست شد او تا پیدا کنم پس او ام چی میشه او, او ام کوچکتر است شای دایره میشه پس او ام اگر از کوچکتر از شای دایره باشد میگیم که خط و دایره همدیگر را قطع کردن در دو نقطه دو نقطه مشترک داره درست شد پس وضعیت یک خط و دایره رو فهمیدیم شاگردای سه تا وضعیت داریم خط و دایره همدیگر را قطع نمیکنن او ام بزرگتر از شای دایره است خط و دایره در یک نقطه هم قطع میکنن در این حالت میگیم که خط بر دایره مماس است درست شد و شا با او مساوی است در وضعیت سوم چی است خط و دایره در دو نقطه هم قط قطع میکنند که فلان میگیم که خط قاطع دایره می باشد یعنی در دو نقطه قطع کرده است درست است و او کوچکتر است شاه می درست شد خب شاگردای عزیز و گرامی درس ما امروز خلاص میشه کارخانگی را ما و شما قرار است که مشخص کنیم پس کارخانگی تمرین های صفحات چهار، شش و هشت کتاب باید شما کار کنید و به ما روان کنید. که همونطور در اول جلسه هم گفتم، میتونید از طریق واتساب، تویتر، یوتیوب، فیسبوک با ما در ارتباط چند درست هست؟ انستاگرام، آپارات کل اینا رو داریم ما. خب، حال واتساپ ما، شماره واتساب ما چی است شماره واتساپ ما برات میخوانم همینطور که زیر نویس میشم من برات میخونم. دو سفر 255 40 13 درست شد پس 20964 780 255 40 13 پس این شماره واتساپ اپ ماست صحیح شد خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه اول موفق باشید مانده نباشید بخیر باشید خدا حافظتان